دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در سندیاگوی کالیفرنیا حکومت آخوندی را منشأ تمامی مشکلات خاورمیانه دانست و بر جلوگیری از دستیابی رژیم به بمب اتمی و مقابله با حمایت آن از تروریسم تاکید کرد. ترامپ گفت: به هر کجای خاورمیانه که می رویم این رژیم است که پشت تمامی مشکلات قرار دارد. ما به نحوی بسیار جدی به این موضوع می پردازیم. We're also working with allies and partners to block Iran's path to a nuclear weapon and confront its sponsorship of terror and bloodshed all around the world. Everywhere we go in the Middle East, it's Iran, Iran, Iran. Behind every problem is Iran. Well, we're dealing with it in a very serious fashion. One of خبرگزاری فرانسه گزارش داد برکناری کناری رکس تیلرسون وزیر خارجه توسط رئیس جمهور آمریکا ممکن است میخ تابوتی برای برجام باشد این خبرگزاری نوشت دونالد ترامپ درباره تصمیمش در رابطه با برکناری رکس تیلرسون گفت آنها روی بسیاری از موضوعات توافق نداشت و او یک مسئله را مشخصا جدا کرد که عبارت بود از اینکه در توافق برجام بماند یا از آن بیرون بیاید دقیقا دو ماه دیگر در 22 اردیبهشت بهشت رئیس جمهور آمریکا قرار است ترنوشت توافق اتمی با رژیم ایران را اعلام کند اگر برکناری رکس تیلرسون شاخصی برای تصمیم ترامپ بر سر برجام محسوب شود در این صورت برجام دچار مشکل می شود اگر آنطور که اکنون هم محتمل به نظر می رسد ترامپ به واقع تصمیم بگیرد از برجام خارج شود آنگاه این توافق و امیدهای نسلی از دیپلمات ها در اروپا و آمریکا از بین رفته خواهند بود با این جابجایی بیش از پیش محتمل است که دونالد ترامپ تصمیم اولیه خود یعنی پاره کردن توافق اتمی را محقق کند به دنبال معرفی وزیر خارجه جدید آمریکا مایک پنس، معاون رئیس جمهور، پل رایان، رئیس کنگره، نیکیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، ادرویس، رئیس کمیته امور خارجی کنگره و برخی دیگر از اعضای سنا و مجلس نمایندگان از این اقدام حمایت کردند.